ای مادر بگذشته و آینده ما، ای مهر با مهرت شده پرونده ما، از فکر ما از وهم ما بالاتر هستی، روز قیامت میشناسندت که هستی. آن روز امت هرچه دارند از تو دارند، پیغمبران هم بانگ یا زهرا برآرند، محشر سراسر پای بست توست زهرا، پرونده شیعه به دست توست زغرا، آن روز گردد عف دور دوستانت، هر شعله گردد لاله‌ای از بوستانت، آیت ندا از جانب ذات الهی، محبوبم از من طلب کن هر چه خواهی، گو خلق را بر عصمت و پاکیت بخشم، بر وصله های چادر خاکیت بخشم. امروز محشر می کند از تو اطاعت، اینک شفاعت کن شفاعت کن شفاعت، آنقدر می بخشم که تو خوشنود گردی، راضی ز لطف حضرت معبود گردی، ما داده ایم امروز بر تو پادشاهی، از ما خدایی از تو عفو و داد خواهی، امروز در بین خلایق داوری کن، هم انبیا هم اولیا را مادری کن، آن روز باشد روز داد زینبینت، آن روز خون جوشد ز رگهای حسینت، آن روز محشر می خروشد با خروشد، آید زهر سو بانگ یا زغرا به گوشد، آن روز صحرای قیامت محشر توست، محشر همه زیر لوای شوهر توست، روزی که امت ها ز دوزخ می هراسند، هم فاطمه هم شیعش را می شناسند. آیون آتش کجا بود؟ ما کجا؟ کی باور ماست؟ ما با همه گفتیم زهرا مادر ماست. کافر اگر مهر تو باشد در سرشتش، دوزخ به یک یا فاطمه گردد بهشتش، لطف تو پوشد زشتی افعال ما را، مهر تو شوید نامه اعمال ما را، در گیر و دارش یک یک را صدا کن، چون دانه از خاشاک یک یک را جدا کن. مگه الان نکرده؟ شما رو کی جدا کرده از این خاشاک های دنیایی آوردستشون تو این مجلس؟ قیامت هم همین کار میکنه. ز محشر بر فراز چرخ گردون ندا خیزد که عین الفاطمی. هر قطره اشک ما به یادت کوثر ماست، دار و ندار ما همین چشم تر ماست، لطف و عطای تو تو را در حشر آرد، تا ناقت بر چشم محشر پا گذارد،
ورنه بود بحر شفاعت قنبرت بس بر کل امت، یک نگاه بوزرت بس. افتاد رو سینه عمر، گریبانش رو گرفت، میخواست او رو خفه کنه، گفت اگر وصیت پیغمبر نبود همینجا بهت میگفتم. ریختن دور علی، یا علی رهاش کن، ببخشش. موقعی که میخواستن قبر فاطمه رو نبش کنن، باز همین جریان تکرار شد. موقعی که خالد ابن ولید میخواست علی رو بکشه، علی همین کارو کرد، ریختن یا علی تو رو به رسول الله ولش کن. یه نفر نگفت تو رو به رسول الله فاطمه رو نزنید. اگه شما دیدید تو تاریخ به من بگید، من که گشتم پیدا نکردم. یکی بگه چرا فاطمه رو میزنید. باید زنم فریاد و گویم بی تقیه، از خطبه های مرتضی در شقشقیه. باید بگویم شیر حق خانه نشین شد، باید بگویم فاطمه نقش زمین شد، باید بگویم اولین مظلوم او بود، خارش به چشم و استخوانش در گلو بود. دنیا مظلوم تر از علی به خودت ندیدی، دنیا به مظلومیت علی. پیغمبری که فرمود هیچ پیغمبری رو به اندازه من اذیت نکردن، اگر ازشون بپرسی یا رسول الله شما مظلوم تری یا علی، من فکر میکنم خود پیغمبر بفرماین علی مظلوم تر. فاتح خیبر باشه جلو چشم زنشو بزنن. وقت بعضی ها بی انصاف ها میگن علی که فاتح خیبر بود پچه رو وایس و زنش رو زدن. علی سنتش سنت پیغمبره، همین پیغمبری که با دو انگشتش ماه رو دو نیمه میکنه، عبا به گردنش میاندازن تا نرز خفه شدن میکشن، پیغمبر هیچی نمیگه. اگه اعتراض دارید به رسول الله اعتراض کنید. علی مظلومیتش برای دینه، شمشیر زدنش برای دینه، هرچی میکشه برای دینه، دین باید بمونه. شما علی رو نشناختید، پیغمبرش هم نشناختید. میگفت اگر پیغمبر دادار، تا حد توان تو را دهند آزار، زین بیش توان نبود امت را. ای عمر تو کم، مصائبت بسیار. اینا به قصد کشتن میزدن و اتفاقی نبوده زدن فاطمه، میخواستن فاطمه رو از میون بردارن که علی کسی رو نداشته باشه. خدا خواست زهرا رو نگه داره، زهرا خواست بمونه علی رو یاری کنه. از اون شب عروسیش من آمدم تا که تو را یار بگردم، دور تو میان در و دیوار بگردم. علی در بیت تو آرایش من چهره نیلیست، والله قسم صورتم آماده سیلیست. علی من رها نمی کنم تو، فاطمه باید زنده بمونه تا کار علی رو یک سره کنه. زهرا جان خودت داری میبینی دیگه من چی بگم. در بیت تو آرایش من چهره نیلیست، نامه میده بر معاویه، در نامه خیش بر معاویه این گونه نمود قاتلت اقرار. بگم دیدم زهرا نفس نفس میزد. دیدم زهرا نفس نفس میزد، تنها و غریب و بی کس و بی یار، میخواست کمی دلم به رحم آید، یا شرم کنم زحمت مختار. یک بار همه وجود من افروخ در آتش بغضه در کرار، گفتم که کنم تلافی از زهرا، دیدم به علی نمیرسد دستم. روباه کجا و شیر در پیکار، بچه شیار فاطمه رو تنهایی را برده.
بر صورت او چنان زدم سیلی کفتاد به خاک در پس دیوار. دو دفعه اهل بیت پیغمبر جای تنگی افتادن، یکی اینجا بود مال فاطمه است، دومیش بگم جگرت خون میشه، بین در و دیوار گیر افتاد فاطمه، تو کوچه گیر افتاد فاطمه، یه جا دیگه اهل بیت گیر افتادن. وقتی که خیمه ها را آتش زدن، بچه ها از خیمه ها ریختن بیرون. این روزه مال من نیست، این روزه رو فاطمه دختر امام حسین خونده. میگه از اون راه باریک که ما فرار کردیم فکر کردیم راحت شدیم، بین نامحرما گیر افتادیم، ما رو محاصره کردن. به خدا باید بمیرم این روزه رو بخونم، دل من سنگ آلوده از کذیبه که طاقت میارم اینا رو بگم. فاطمه میگه هی حلقه محاصره تنگتر شد، یه مش نامحرم اینقدر ما رو زدن، این تیکک خیلی جانسوزه اگه بگیری، اینقدر ما رو میزدن که ما به دامن همدیگه پناه میبردیم، یعنی من به سکینه کتک میخورد به من پناه میبرد، من کتک میخوردم به سکینه پناه میبرد. اللهم صل علی محمد و آل